عناوین اصلی. گاف سنگین سید محرومان، آبروریزی ها ادامه دارد. افشاگری رئیس سابق مذاکرات هسته‌ای درباره خیانت رژیم به مردم. با دستور خامنه‌ای، حسن روحانی در هفته‌های آینده بازداشت می‌شود. به کیوسک خوش آمدید. هموطنان گرامی، درود بر شما. شنونده اخبار روز از کانال کیوسک هستید. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. گاف سنگین سید محرومان، آبروریزی ها ادامه دارد. دیروز ویدیویی جدید از گاف سنگین آیت الله قتل عام منتشر شد. کاربری در این باره نوشته: باز هم که سید محرومان آنگوزمان کرد، مسائل استراتژی است. میخواست بگه مسائل استراتژیک، ولی چون هنوز درسشون به اون قسمت نرسیده گفت مسائل استراتژیست. مسائل استراتژیست، مسائل مهمی که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد میکند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید. اعتماد در این باره نوشته است: جناح‌های مختلف سیاسی ممکن است تفسیرهای متفاوتی از این مسئله داشته باشند و حتی جناح‌های رقیب سیاسی از آن برای تحقیر جناح مقابل خود بهره بگیرند. رسانه‌ها نیز ممکن است برای بالا بردن مخاطب خود به این سوتی‌ها رنگ و لاب طنز و شوخی بدهند، اما واقعیت این است که تأثیرات بازتاب رسانه‌ای سوتی‌ها بر شخصیت روحی و روانی خود سیاستمدار می‌تواند به حدی سنگین باشد که بر تصمیم‌گیری‌های او اثری منفی بر جای بگذارد. از طرف دیگر، رئیس جمهور شخصیتی حقوقی و متعلق به کل نظام است و سوتی‌های او در بیشتر رسانه‌های جهانی و بین‌المللی بازتاب می‌یابد. بر این اساس لازم است مشاوران رسانه‌ای رئیس جمهور با تجزیه و تحلیل دقیق رفتارها و اظهارات پیشین ایشان مسیر درستی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای او انتخاب و آن را به دقت کنترل کنند. سوتی می‌آورد. معنی این جمله آن است که وقتی سیاستمداری سوتی بدهد، اعتماد به نفس خود را به تدریج از دست خواهد داد و باز هم در جای دیگر سوتی خواهد داد. این تیم والیبال که وقتی چند امتیاز پشت سر هم از دست می‌دهد، با باختن اعتماد به نفس بازی را از کف خواهد داد. در این مواقع مربی باید وقت استراحت بگیرد و با گفتگو و ارائه راهکار این روند را متوقف کند. افشاگری رئیس سابق مذاکرات هسته‌ای درباره خیانت رژیم به مردم. دور هشتم مذاکرات هسته‌ای با ایران روز دوشنبه، اولین روز کاری سال جدید میلادی در وین، از سر گرفته شد تا وقفه چند روزه که به دلایل لوجستیکی پیش آمده بود پایان یابد. اما زمان به سرعت در حال طی شدن است و آمریکایی‌ها اخیراً بارها گفتند که فقط چند هفته دیگر فرصت باقی مانده. چند مقام درگیر مذاکرات روز دوشنبه به وبسایت پولیتیکو گفتند که فرصت باقی مانده برای بازگشت برجام تا پایان ماه جاری ژانویه یا اوایل ماه فوریه بسته می شود، گرچه برخی دیگر هم گفتند هیچ تاریخ قطعی مشخص نشده است. همزمان بنابر گزارشات رسانه‌های حکومتی، ابراهیم رئیسی برای ملاقات با پوتین رئیس جمهور روسیه و تمدید قرارداد 20 ساله به آن کشور سفر می کند. این سفر در حالی قرار است انجام شود که رسانه‌ها و مهره‌هایی از حاکمیت، از جمله عناصری از سرکردگان سابق سپاه پاسداران، مواضع روسیه در رابطه با رژیم را در مقاطع مختلف مورد انتقاد قرار دادند. از جمله اینها پاسدار حسین علایی، سرکرده اسبق نیروی هوایی سپاه است که روزنامه آرمان با عنوان ما و روسیه از قول او نوشت: روسیه تاکنون هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود تلقی نکرده است. روسیه همیشه از برگ ایران در حل مسائل خود با آمریکا استفاده کرده است. روسیه در حوزه نفت و گاز رقیب ایران است و موافق انتقال گاز ایران به اروپا نیست، زیرا آنجا را بازار خود می‌داند. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل همواره علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی داده و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که بیشترین قطعنامه‌ها علیه ایران صادر شد، برخی از آنها را دولت روسیه پیشنهاد داده است. روسیه موافق داشتن چرخه غنی‌سازی در ایران نیست و گسترش دانش هسته‌ای در ایران را به نفع خود
نمی‌داند. در همین رابطه دیروز ویدیویی منتشر شد که در آن حسین موسویان، عضو پیشین هیئت مذاکرات اتمی و سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، درباره پشت پرده مذاکرات هسته‌ای نکات مهمی را بیان می‌کند. من به نظرم این برداشت اشتباه خود ماها بوده از ابتدا. من خاطرم هست دوران ماموریتم وقتی میخواستم عازم ماموریت بشم، مسئولین به من میگفتن که استراتژی اروپای منهای امریکا فوق العاده برای جمهوری اسلامی تعیین کننده است و مهمه. خب من و بقیه سفرا هم که در اروپا بودیم با تمام ظرفیت، با تمام قوا، هر کاری که واقعا در عالم دیپلماسی ممکن بود انجام دادیم که روابط خیلی جامعی با اروپا ما داشته باشیم و استراتژی اروپای منهای امریکا رو بتونیم تحقق بدیم. خب شکست خورد. ما از همون زمان باید متوجه می شدیم که طرز تفکر یا توقع اروپای منهای امریکا بیهوده است و یک توهمه. این نکته اول. نکته دوم این که برابری بین آمریکا و اروپا وجود نداره. آمریکا فوق العاده قدرتمندتر از اروپاست و اروپا در واقع پیرو آمریکاست. این یه مفهوم ساده توی روابط بین الملل که همه دنیا متوجه شده. خب ما هم باید از اول متوجه می شدیم. توقعاتمون رو هیچ وقت نباید بر مبنا و بر پایه توهمات خودمون بگذاریم و بعد بیاییم اروپا رو سرزنش کنیم. قد و قیافه اروپا این نیست که بتونه در مقابل آمریکا بیسته و نهایتاً آمریکا وقتی تصمیم بگیره اروپا تبعیت میکنه. این اصول اولی است که ما باید از اول درک کنیم. سیاستامون رو بی خود به اصطلاح بر پایه توهمات نگذاریم. نکته بعدی اینه که حالا ما چرا میگیم اروپا؟ مگر وقتی که ترامپ تحریم ها رو از برجام بیرون اومد و تحریم ها رو اعمال کرد، مگر روسیه و چین، هند، ژاپن، کدوم کشور دنیایی به تعهداتش عمل کرد؟ هیچ قدرتی، چه بلوک شرق چه بلوک غرب، به تعهدات برجامشون عمل نکردن. یعنی این نیست که ما فقط بریم بگیم اروپا در مقابل آمریکا قدرت تعیین کننده نداره. خب ما تجربه کردیم، روسیه هم در مقابل آمریکا به اصطلاح روابط کلیدی اقتصادی خیلی مهمش رو به تعلیق در آورد. خب ما چین هم دیدیم وقتی که روابط با آمریکا، ترامپ از برجام خارج شد، چین هم 70-80% روابط خودش رو با ما کاهش داد. متعالی تفاوتی بین بلوک شرق و بلوک غرب وجود داره. اگر اروپایی ها 100% روابط اقتصادی خودشون رو پایین آوردن و تسلیم تحریم ها به فشارهای آمریکا شدن، بلوک شرق، چین و روسیه 80-70% تسلیم شدن. بنابراین ما باید این واقعیت رو بپذیریم. وقتی که آمریکا تحریم یه جانبه اعمال میکنه، همه کشورها منافع خودشون رو میگذارن توی کفه ترازو. توی کفه روابط با آمریکا میگذارن و توی کفه روابط با ایران. کفه هر کشور مهمی در روابط با آمریکا فوق العاده سنگین تر از کفه روابط با ایرانه و کشورها هم دنبال منافع ملی ایران که نیستن، منافع ملی خودشون رو میخوان. ما نمیتونیم چین رو سرزنش کنیم، نمیتونیم روسیه رو سرزنش کنیم، نمیتونیم اروپا رو سرزنش کنیم. چین بیاد روابط چند صد میلیارد دلاری خودش رو با آمریکا از دست بده، ده ها میلیون بیکار برای خودش درست کنه که مثلا میخواد با 2-3 میلیارد با ما بیزینس بکنه. بنابراین ما یه مقداری باید توهمات خودمون رو بذاریم کنار، واقع بین باشیم و سیاست هامون رو بر اساس واقعیت تنظیم. پیش از آغاز دوره هفتم مذاکرات، ولایت مداران ادعا می کردند دیپلمات های مقاومت در وین دست پر دارند و مثل تیم ظریف و عراقچی تسلیم غرب نمی شوند. اما عقب نشینی های آنها در مذاکرات وین که اسمش را تعدیل مواضع گذاشته اند، با انتقاداتی از سوی این جریان روبرو شده است. عبدالعلی پوراکبر، دبیر شورای وحدت جبهه نیروهای انقلاب مازندران، با دست یازیدن به داستان های صدر اسلام و بیان اینکه از آن زمان تا کنون دو نظریه
مقاومت، صلح و مذاکره مقابل هم قرار دارند گفت مالک اشترها حامی فرهنگ مقاومت و ابو موسی اشعری‌ها حامی جریان مذاکره بودند و در این برهه از زمان هم این دو نظریه وجود دارد. گفتنی است که وقتی نخستین دولت حسن روحانی در تابستان 1392 روی کار آورده شد تا با نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی و رهبرش موضوع توافق اتمی پیش برده شود و سرانجام نیز برجام به دست آمد، سخنان مقامات و رسانه‌های حکومت پر شد از داستان‌های صلح امام حسن تا عقب نشینی علی خامنه‌ای را به عنوان یک سیاست کارآمد و عاقلانه توجیه کنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد همراه با عقب نشینی‌های دولت قاضی مرگ و دیپلمات‌های انقلابیش در وین که همگی هیچگاره و فقط مجری تصمیمات بیت رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، دوباره همان داستان پردازی‌های توجیهی تکرار شود، بدون اینکه این بار شرایط طرفین مذاکره مانند سال 1394 و یا خود برجام در چنان شرایطی قرار داشته باشد. با دستور خامنه‌ای، حسن روحانی در هفته‌های آینده بازداشت می‌شود. حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم درباره بررسی تخلفات حسن روحانی اظهار داشت: اخیراً شنیدم که پرونده تخلفات حسن روحانی که از مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده است، در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود. دادگاه ویژه روحانیت خیلی محکم و جدی با تخلفات برخورد می‌کند و نباید نگران بود. وی افزود اینکه قضات دادگاه ویژه روحانیت توان و قابلیت بررسی پرونده تخلفات حسن روحانی رئیس جمهور را داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالبه مردم از قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت برخورد قاطع و بدون تبعیض با رئیس جمهور سابق به دلیل تخلفات متعدد و شکایت‌های متعدد مجلس 11 از اوست. او با تایید احتمال بازداشت حسن روحانی و تعیین قرار وثیقه گفت: قوه قضاییه معتقد است که در بررسی پرونده تخلفات حسن روحانی سمت مهم نیست، بلکه معمم بودن وی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. میرزایی گفت اگر نتیجه‌ای که در خصوص پرونده تخلفات ولی الله سیف و احمد عراقچی رخ داد را ملاحظه کنیم، انتظارمان عدم تکرار این موضوع در پرونده تخلفات حسن روحانی است و به همین دلیل خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با رئیس جمهور سابق هستیم. در پرونده آقای سیف و عراقچی هم شاهد آن هستیم که دستور دهنده اصلی به این افراد در موضوع وضعیت بازار ارز در آن زمان آقای روحانی بوده است. لذا به نظر می رسد در پرونده بررسی تخلفات آقای روحانی، موضوع بازار ارز هم بایستی مد نظر قرار گیرد. همزمان وبسایت رویداد 24 به اطلاعات محرمانه‌ای دست یافته که حاکی از آن است که 190 نفر در ارتباط با افشای فایل صوتی جواد ظریف ممنوع الخروج شدند. وکیل چند تن از آنها خبر داد از همان روزهای اولی که حسام الدین آشنا برکنار شد، بسیاری از این افراد ممنوع الخروج شدند و خانه برخی از آنها تفتیش شد. به برخی از این افراد گفته شده است که موبایل و لپتاپ خود را تحویل دهند و تا آن تاریخ در مورد موکلم هنوز تلفن همراه، لپتاپ و وسایل الکترونیکی خود را تحویل نگرفتند. افشای فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف با مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری در ماه‌های پایانی سال گذشته تأثیر زیادی داشت. پس از افشای فایل صوتی محرمانه جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران حدود 190 نفر که از نزدیک و از راه دور در انتشار این فایل صوتی نقش داشتند، در فهرست متهمان و مطلعان قرار گرفتند. از جمله این افراد باید به نام محمد جواد ظریف، محمد قوچانی، حسام الدین آشنا، سعید لیلاز، عباس عبدی، حمید رضا جلایی پور، بهزاد نبوی و سعید گنجی اشاره کرد. البته یکی از این افراد سعید آقانجی در ایران نیست. او همان فردی است که نامه رد صلاحیت علی لاریجانی را نیز فاش کرد.